سمی سلام. الان صدای من میاد؟ بله بله صدات عالیه. سلام آمین جان، خوبی؟ قربون من، قربون شما، خیلی ممنون. من اولش یه سوال کلی داشتم از حالا ایدئولوژی شخصی خودت، بعد یه سوال یکم شخصی تر و بعد یه نقد، اگه مشکلی است من شروع کنم. سوال اول من اینه که خب اصولا حالا شما و تمام افرادی که حالا مخالف هستن با وضع فعلی جمهوری اسلامی، یه سری چیزایی رو میخواد که نیست توی شرایط فعلی جمهوری اسلامی. من میخوام نیست، شما میخوای نیست، ولی به دو راهی ما برمیخوریم. مثلا شما آزادی بیان میخواید، یک سری ها هستن آزادی در زبان های آموزشی میخوان مثل کردها و از ترک ها و A و B و C و D. حالا فرصت نیست ما این رو بشموریم. ما اینجا به دو راهی برمیخوریم. شما به عنوان یک شخص مخالف دنبال انقلاب هستی یا براندازی؟ براندازی انقلاب نیست؟ نه. چرا؟ انقلاب با براندازی میاد. ببینید حالا تو چیزی که خود من خوندم توی سیاست، براندازی انقلابی فرق داره. براندازی یعنی اینکه آقا ما بیایم صرفا هدفمون و مثلا اون چیزی که میخوایم این باشه که شاه بندازیم بیرون، یا مثلا جمهوری اسلامی بندازیم بیرون، این میشه براندازی. و بعد شما یک پلتفرم جایگزینی نداری که یک سیستمی رو بیاری بذاری جاش. ولی اگه شما یک چیزی داری، یک جایگزینی داری و صرفا میخوای جای این دوتا رو عوض بکنی، مثلا جای شاهنشاهی حکومت دموکراسی بذاری، جای جمهوری اسلامی به یه حکومت مثال فدرالیسم بذاری، این میشه انقلاب. یعنی با حفظ همون تمامیت ارضی، با حفظ همون ارگانها، صرفا چیزایی که میخوای رو اد کنی بهش، مثلا این نظام سیاسی رو عوض کنی. ما انقلاب فرهنگی داریم، انقلاب سیاسی داریم، انقلاب دینی داریم، انقلاب توسعه مختلف. انقلاب 57 یه انقلاب سیاسی بود، یعنی تو خیلی از مسائل دیگه همونطور که زمان شاه بود باقی موند. مثلا تو نظامی ها اینها همون درجه، همون برگای گندمی که داشتن بود، همون به قول معروف استپای سرهنگ، سرگرد، سرتیپ، اینها باقی موند، فقط یک اسمش عوض شد، یه اسم کوچیک عوض شد. یعنی خود پلتفرم کشور همونطور باقی مونده بود و صرفا مثلا یک چیز جایگزین براش داشتن. شما به عنوان مخالف دنبال صرفا براندازی هستی یا یک سیستم جایگزینی داری میخوای عوض کنی، اد کنی، ریموو کنی؟ من برداشتم این بود که هر براندازی انقلابه، ولی هر انقلابی براندازی نیست. من برداشتم این بود. نه بلاخره... هر انقلابی براندازه ولی هر براندازی انقلاب نیست. من فکر کنم برعکسه. خب صرفا اگه شما بینید دو راهی قرار بگیری، حالا بحث اینو خب. یعنی شما سوالتون به عبارت دیگه اینه که ما آیا میخواییم جمهوری اسلامی سقوط بکنه که بدون جایگزین، یا میخواییم جمهوری اسلامی سقوط بکنه با جایگزین؟ سوالتون اینه؟ نه من سوالم اینه که شما میخواید کل سیستم رو از بن عوض بکنید، یعنی برای اقتصادش یه اقتصاد جدید میخوای بیاری، برای نظامیگریش یه نظامیگری جدید میخوای بیاری، برای صدا و سیماش جدید، برای فرهنگش، برای استانبندیهاش، برای آموزش پرورشش، تمام اینها رو میخوای عوض بکنی، یا صرفا توی گزینه A و B و C و D شما یه سری چیزا میخوای اینا حذف بشه یا چیزای اد بشه؟ خب ببین، من بر اساس چیزی که تو تاریخ خوندم اینه که شما اگه همه اگه سران حکومت رو برد بتونستید موفق بشین بردارین، کسایی که مشکل کار هستن، اگه بخواین حساسیت نشون بدین که همه مؤسسه ها رو داغون کنین، همه مؤسسه ها رو لتو پار کنین توی برداشتن حکومت، اون وقت کشورتون از لحاظ اقتصادی داغون میشه تا چندین سال. خب یعنی این کارو نباید کرد. یعنی من میگم به نظر من از تاریخی اگه برین مطالعه کنید، باید برین همون سران حکومت رو بردارین، ولی اون مؤسسه هایی که به همه چیز دسترسی داره کارهای خودش رو میکنه، یعنی اینا رو همه رو سرنگون نکنین. اگه کسی تو هر کدوم از این مؤسسه ها یه جرم جنایتی کرده که شما بتونین برین اثبات بکنین که این شخص این کارو کرده، اون شخص رو به تنهایی برین پیدا بکنین، بیارینش دادگاهیش کنین. ولی مؤسسه ها رو، مثلا ارتش رو، حالا البته سپاه آره، ولی ارتش رو مثلا پلیس رو، اینا رو از صفر نمیشه ساخت. خب اینا رو اگه از صفر بخوایم بسازین تا چندین دهه کشور عقب میمونه. خب برای من میگم فقط اگه من ببینید، من خب من که تعیین نمیتونم بکنم، من که تو ایران که نیستم، اگه کسی میخواد این کارا رو بکنه هزینه شو من نیستم که بدم. خب من فقط میتونم بگم از تاریخی کسایی که همه چی رو زدن لاتو پار کردن، نه فقط سران حکومت ها، مردم اون کشور تا چندین دهه بعدش هزینه داره.
دقیقا منم با سوالم میخواستم به همینجا لید بکنه که حالا خیلی ها، حالا من نمیخوام بگم به اشتباه، ولی صرفا همون یک کلمه رو استفاده میکنم، میگم ما براندازیم دنبال براندازی هستیم. ببینید درسته خیلی کم بود توی کشور هست، من خودم خیلی از چیزها رو میخواستم که نبود توی ایران، ولی ببینید اگر بخواید برنامه‌ریزی بکنید، کردها میخوان تجدید طلبی رو شروع بکنن، ترک ها میخوان، حتی اگه گروه 4-5 هزار هم باشن، باز اینا توهم و قدرت بهشون دست میده، شروع میکنن به هم ریختن کشور. خیلی اتفاقی بعدی میفته. من تو شما گفتید 10 سال 15 الی 20 سال ما آشوب خواهیم داشت تو ایران، وضع بعدی خواهیم داشت، ولی اینی که ما بیایم یک سری تو یک سری جاهایی که ما لک داریم انقلاب بکنیم و برسیم به اونجور جاها، این خیلی بهتره. مثلا من خودم توی سیستم اقتصادی، چیزی که کار منه، من تو فاینانشال مارکت فعالیت میکنم، چیزی که تو کار منه، تو زمینه منه، به شخص من دوست دارم آره یک انقلاب اقتصادی رو خود تو ایران، اقتصاد ایران کنن عوض چیزی که هست. درسته، ولی خب اولش سران، ولی مهمترین ارگانی که باید عوض بشه سران حکومت هم. درسته، من نمیگم همه چی رو بزنین لاتو پار کنین، ولی سران حکومت باید عوض شن. پس شما دنبال جایگزینی و تعویض هستی، درسته؟ خیلی ترجیحی که من نظرتم. آها ببینید، این چیزی که من به طور شخصی چیزی رو که دوست دارم ببینم اینه که این سران حکومت عوض شد، خب برانداز کامل شد، خب. ولی من با اینکه اینو من خودم میخوام به طور شخصی، من خودم رو تو جایی نمیبینم که اینو تشویق بکنم. یعنی کسایی برای اینکه من چیزایی رو که میام تحلیل میکنم بر اساس احتمالاته، خب، و اگه مثلا هزینه‌ای که مردم ایران خواهند داد، اگه مثلا فرض کنم مثلا من محاسباتم اشتباه بشه، خب مثلا هزینه‌ای که مردم ایران خواهند داد بعد نتیجهشو نگیرن، اگه مثلا من یه چیزی رو تشویق بکنم که بعد تو ایران مردم هزینه بدن ولی اون بازدهی رو که من انتظارش داشتم نباشه، اون وقت من یه جا نشستم که تو امنیت دارم یه چیز رو تشویق میکنم که اگه اشتباه باشه هزینه‌اش رو من نباید بدم. خب یعنی من فقط میتونم به طور شخصی بگم که من دوست دارم براندازی ببینم، ولی این که براندازی بشه رو کسایی که تو ایران زندگی میکنن باید تعیین بکنن که میخوان هزینه براندازی رو بدن یا ندن. درست، من نمیخوام بیشتر وقت شما رو بگیرم، برم سر بحث بعدی. گفتین نظر شخصیت اینه که تو خودت شخصا براندازه میخوای. اگه براندازی رو بخوای، تو به عنوان یه مخالف، به عنوان جایگزین تو ایران یه حکومت سکولار دموکرات میخوای یا یک حکومت فدرالیزم و چرا؟ سکولار دموکرات؟ برای اینکه ما چرا فدرال نه؟ به خاطر اینکه تشویق سیستم فدرالی الان توی ایران، ببینید اولا که این چیزی نیست که مردم ایران میخوان، یه چیزی هست که مردم ایران به شدت ازش ترس دارن اینا، و مثلا به تجدید طلبی بشه انقدر نزدیک هست که بهترین روش برای مردم ایران رو به جون هم انداختن همون تشویق یه سیستم فدرالیه که بهشون وحشت بندازه که ممکنه این باعث تجدید طلبی بشه. خب یعنی این ممکنه باعث بشه که بین مردم بفرمایید میشه این کانواس که من فهمیدم این منظورشون چیه، این تجدید طلبی و ترس از تجدید که فدرالیسم میاد به نظر شخصی من به خاطر اینه که بس خیلی خرابه و گروه های مختلف فکر میکنن حقشون خورده شده که اگه جدا جدا بشن وضع بهتری خواهند داشت. شما فرض کنید توی ایران خیالی ما ها میایم یه حکومتی، حالا وضع حکومت درست میشه، همه به حق حقوق خودشون میرسن، نه ترک ها دیگه دلیلی برای جدا شدن دارن، نه بعضی از کردها دلیلی برای جدا شدن دارن، توی این فضا چی؟ آیا شما مخالفش هستی یا موافقش؟ خب تو اون شرایط دیگه شما فدرالی لازم ندارین دیگه، برای اینکه توی کشور سکولار دموکرات تمام حقاشون رو دارن بهشون داده میشه از حکومت مرکزی، دیگه چرا فدرالی لازم دارین؟ ببینید شما فرق نمیکنه. نه من میگم اگه حکومت مرکزی بتونه به مردم حقشون رو بده جوری که، ببین من خودم به طور شخصی ترجیح میدم که مردم کردستان به خاطر این، یعنی توی ایران موندن که مثلا کردستان و آذربایجان به خاطر اینکه میخوان بمونن، نه اینکه به زور موندن. خب یعنی دولتی دارن که انقدر دولت خوبیه که اصلا پیشنهاد تجدید براشون مسخره است. خب ولی ببینید اینکه شما میگی مردم ایران ترس اینو دارن و ما میتونیم یه شرایطی داشته باشیم که این ترس رو نداشته باشن، ما اون شرایط رو نداریم. حتی ترسشون هم چه منطقی باشه چه منطقی نباشه، ما باید
پیشنهادی رو که میکنیم بر اساس واکنشی باشه که بر اساس این یعنی این ترس وجود داره، ما باید میدونیم که این ترس وجود داره، حالا منطقی یا غیر منطقیه، واکنشی که مردم ایران خواهند میدن و ما باید توی محاسبه هامون قرار بدیم نسبت به پیشنهادایی که میکنیم. خب و واکنشی رو که مردم ایران میدن در حال حاضر به خاطر ترسشون و تجدید طلبی جوری خواهد بود که یک همچین پیشنهادایی مردم ایران رو به جون هم دیگه میندازه و همه گروهای براندازی رو از هم جدا میکنه. یعنی برای همین من فکر میکنم چون که تعصبی که تو ایران وجود داره و طرز تجدید طلبی که وجود داره، ما باید تبلیغی که میکنیم یا حکومت مرکزی سکولار دموکرات باشه که حق همه رو، چه کرد چه عرب چه فارس، همه رو یکی بدونه. و پیشنهادی که من دادم این بود که البته این پیشنهاد خیلی میتونه اشتباه باشه، من فقط دارم همینجوری فکر به طور اوپن یعنی همینجوری میندازم بیرون که ببینم مردم چی فکر میکنن، ولی من میگم که مثلا این که مثلا چقدر فدرالیست باشه یا چقدر حکومت مرکزی باشه، همه این کردا و خوزستانیا و آذریا و اینا میتونن بعد از 5 سال رای بدن، بعد از اینکه 5 سال به حکومت مرکزی 10 سال به حکومت مرکزی فرصت بدن که ببینن که آیا حقوقشون رعایت میشه یا نه، بعد از اون 10 سال به طور اتوماتیک یه رأی باشه که مثلا ببینیم که فدرالیزه بشه یا فدرالیزه نشه. البته اون این فقط تو شرایطی امکان داره که مثلا اینقدر تعصب و به مرز و اینا تو ایران وجود نداشته باشه، ولی من نظر من برای اینکه هم کردها رو راضی بکنیم هم کسایی که به از تجزیه میترسن، اینی که به حکومت مرکزی 10 سال فرصت بدن که همه اقلیت‌ها رو انقدر راضی بکنه که اینا خودشون رأی بدن که از ایران جدا نشه. من یه همچین پیشنهاد نمیدونم چقدر نه جدا نه جدا نه یعنی فدرالیست نه جدا من گفتم جدا فدرالیست بشن یا نشن بفهم حکومت غیر مرکزی. پس جواب شما این شد که توی دنیای فرضی که نه جدایی هست و نه به قول معروف شورش و آشوب و این هایی که گفتید به خاطر ترس از فدرالیسم، اگه توی دنیای فرضی اینا نباشه به نظر شما که فرق نمیکنه حکومت سکولار دموکرات باشه یا فدرالیسم، درسته؟ ببین من این مشکلی که با فدرالیسم دارم توی ایران اینه که فدرالیسمش بر اساس نژاد خواهد بود، بر اساس خون و نژاد و چیزا، یعنی بر اساس منطقه فقط جغرافیایی نیست، یعنی این باعث جدایی مردم ایران بر اساس زبان و نژاد و فرهنگ و اینا میشه. خب یعنی من خودم ترجیح میدم که اگه مثلا به حکومت مرکزی 10 سال وقت دادیم که بتونه مردم کردستان و خوزستان و آذری رو قانع بکنه که فدرالیست نباشن و به حکومت مرکزی سکولار دموکرات رای بدن، من آرزوی موفقیت میکنم برای اون حکومت مرکزی. ولی من فکر میکنم این حکومت مرکزی به زور نباید بتونه برای فدرالیسم بجنگه، باید بتونه با یعنی قانع بکنه کردا و آذری و اینا رو با روش خیلی مثبت خودش. یعنی فشار خیلی زیاد رو خواهد بر حکومت مرکزی که حقوق همه رو یکی بدونه توی این 10 سال که رأی خود بتونه رأی اینا رو جلب بکنه. نظر من درست ببین اینا همش فرضیه ها. درست نمیدونم درست خیلی متشکر. اینا سوالی من بود، حالا من نخواستم هم وقت شما رو هم وقت خودم بگیرم، بیشتر بحث پیش بره و یعنی اون نقدی که گفتم در درجه آخر، حالا این به قول معروف این صحبت میگین، دیسکشن میگین، اینترویو میگین، چی میگین، این بچه ها میان بالا، این که حالا خودشون رندوم و با مثلا میل خودش میاد، ولی این میهمان هایی که میارید مثلا مناظره یک آتیست با خداپرست، مناظره یک طرفدار فدرال با سکولار دموکرات، اینها رو خودتون سلکت میکنید؟ یعنی مثلا اینا هند پیک شدن یا مثلا خودشون درخواست میدن بیان؟ چه شکلی قضیه میهمانش؟ اینا رو بعضی موقع خودشون درخواست میدن، بعضی موقع بیننده های ما خیلی پیشنهاد میکنن، هی میگن مثلا میگن بیارین اینو بیارین اونو بیارین. نقد من از بیسوادی این میهمونایی که شما میارید و اغلب اون میهمونایی که مخالف شماست، تا حدی که من اولین بار که داشتم با چنل شما آشنا شدم اسم کردم این میهمونایی که مخالفه که میارید از عمد میرید بیسوادا رو پیدا میکنید میارید که اینجا مثلا بخندید بهشون، چون جوابش موقع خنده داره. چون من درک نمیکنم، من همین الان به عنوان یک خدا ببخشید بذارید تمام تمام شد، من همین الان به عنوان یک خدا پرست طوری جواب مسلم رو میدم که بره آتیست بشه اصلا، اون چه دلیلی بود الان؟ حالا این که خودشون بود درست، ولی میخواستم اینو میخواستم من اسکیل کنم به میهمان های دیگه شما. مثلا میاد میگه که
به خاطر نظم وجود خداست، من چون زندگیم با احتمال کارم با ریاضیات ماتماتیک و احتمال هستش، شما ببینید ما 2000 تا تاس رو بیاریم 4 تا 4 تا جدا بکنیم، حالا 2000 تا نه 2 میلیون تا، ما اینا رو 4 تا 4 تا تو تیکای مختلف پرت کنیم زمین، بالاخره 2 3 تا این 4 تا همش میخواد 6 بیاد دیگه، اینو احتمال داره به ما میگه، بالاخره چند تا از 6 بیاد. حالا شما می خودت تو دور اون گروه 4 تایی که 6 اومده محدود میکنی، میگی چون این 4 تا 6 اومده این حتما یکی اینا رو 6 گذاشته، نه عزیز من، تو برو 2 میلیون تا دیگه که 6 نیستن رو برو نگاه کن. یعنی این جواب بود که میتونستیم همین الان به مسلم بدیم و این بره فکر کنه و شاید اصلا بذاره کنار اون معایدش. اینا جواب خیلی مسخره ای برای باور از خدا. من یه مثال خاصی که زدم فکر کنم از مثال شما بهتر بود درباره همون منظومه شمسی که چجوری به طور واقعی میدونید اونها میتونن جواب بدن و میان میگن که آره چون که حالا ما توی جایی به دنیا اومدیم که اون سنگ نرفتن تو خورشید، حتما ما فلانی مونه، و منم کاری با جواب شما ندارم، شما همیشه جواب منطقی تر رو میگید و به خاطر همون میگم اونها جوابای خیلی خنده داری دارن میدن. من بحثم با جواب شما نیست، بحثم با دلایل است که اونا دارن مطرح میکنن برای این سوال. من فکر کنم من یه نقدی از شما بکنم، این نحوه فکر نگاه شما یه مقدار الیتیست هست. الیتیست میدونی یعنی چی؟ الیتیست به فارسی چی میشه؟ یه کسی برای من ترجمه کنه. قاسم هستی؟ ببینید ما درسته که خیلی کسایی که مثلا ممکنه سواد داشته باشن و خوندن مثلا دلایل وجود خدا و جواب اونا بهش، ولی اکثر مردم خب اینا رو نخوندن، اینا رو نمیدونن. ببینید من خودم یه نقد از خودم هم بکنم، من واقعا خسته شدم از این بعضی از این استدلالای خیلی سطحی. یعنی من خودم انقدر جواب این سوالا به جورای مختلف دادم که یه بار دیگه که باید بدم اصلا میخوام بذارم سر خودم که دوباره باید اینو دوباره تکرار کنم. ولی باید یادم باشه که ما اگه استدلال های فقط کسانی رو بیاریم که مثلا فلسفه خوندن، منطق خوندن، خب ما اون وقت میام یه حرفایی میزنیم که اکثر بیننده ها اصلا نمیدونن ما داریم درباره چی صحبت میکنیم. خب اتفاقا ما باید کسی که میاد میگه خب ما نظم مثلا نگاه درخت رو نگاه کن، این اثبات وجود خداست دیگه، درخت دیگه کافیه. خب شما میگی که این خیلی بی سوادیه، ما چرا جواب اینو بدیم؟ خب این استدلال اکثر مردم دنیا برای وجود خدا همینه. خب حالا شما ممکنه با سواد باشین، شما استدلالتون فرق بکنه، ولی خب اکثر مردم دنیا استدلالشون اینه که خب درخت نگاه کن، درخت مغز من نگاه کن چقدر پیچیده است، خدا هست. خب ما باید به خاطر تعداد کسایی که اینجوری فکر میکنن، ما باید هنوزم نمیگم خودمون رو بالاتر از این بقیه بدونیم که بگیم که شما زیر ما هستین، ما حرفمون فقط حرفای خیلی مثلا سطح بالا خواهد بود و محل شما نمیذاریم، شما برین بی سوادا برین به خودتون صحبت بکنین. باید یه مقدار بفهمید. درسته، من منظورم نیست که بقیه پایین ترین و فلان، من بحثم اینه که صدای خودم داره تکرار میشه. فکر کنم این هدفونتون رو جلوی میکروفون به خاطر اونه، یا فکر کنم بفرمایید الان دوباره هست. آره ببخشید، یک دو سه تکرار میشه. آره الان بهتر شد، درست، خیلی ممنون. ببینید من نمیگم بقیه از من پایین ترن یا فلان، من معتقدم که هر کسی توی تخصص خودش باید نظر بده. الان تخصص من اقتصاد و سیاسی، بیشتر اقتصاد سیاسی هستش، من در مورد این میتونم ساعت ها بحث بکنم، بحث تخصصی. من از این گله مندم چرا کسایی که تخصصشون اینطور چیزا نیست میان بالا، میان به عنوان میهمان صحبت میکنن، و میهمون های شما از انسان های عادی نیستن که دلایل انسان های عادی رو بیارن، میهمان های شما از خواص هستن و دلایلی و برهان هایی بیارن که خواص استفاده میکنن برای باورهای خودشون. این نظر من هستش. ما داشتیم مهمون هایی که خیلی متخصص بودن، داریم و داشتیم و خواهیم داشت مهمون هایی که به شدت متخصص هستن توی حرفایی که میزنن، مهمون هایی هم داریم که متخصص نبودن، جفتشو داریم، جفتش هم خوبه. همش که نباید متخصص باشه، ما باید بتونیم با کسایی درست. که متخصص نیستن هم باید بتونیم با اونا صحبت کنیم. میشه خدا باور متخصص؟ ما از خدامونه که باور ما از ما انقدر ببینیم یه چیز دیگه بگم، ما خدا باور کم گیرمون میاد، انقدر ما از کلی دعوت کردیم خدا باور که بیاد. مثلا ما هم اینایی هم که آوردیم تازه همون زیر 10 تا تا قبول کردن بیاد. خیلی موقع ها ما کسی مثلا
کسایی بودن که اصلا مثلا فیلسوف بودن، کسایی بودن که مثلا چه میدونم توی حوزه علمیه قوم مثلا درس خوندن، خیلی موقع اومدن گفتن میان آخرین لحظه کنسل کردن. ما اصلا ما خیلی دلمون میخواد، خیلی جالبه برای من که بعضی فکر کنم ما از عمد داریم یه کسایی رو انتخاب میکنیم که بتونیم ازشون بخندیم. تازه ما کسایی هم که اووردیم که بقیه تو لایف چت بهش میگن بی سوادن، ما ازشون نخندیدیم، ما جدیشون گرفتیم، ما خیلی محترمانه. یعنی شما کسایی که من خودم خندیدم، من خودم به شخصه. آره ولی اگه هدف ما اینه که یه کسی رو بیاریم که بهش بخندیم، پس چرا انقدر داریم خوب باهاشون رفتار میکنیم؟ چقدر داریم جدیشون میگیریم؟ ما اصلا جوری باهاشون رفتار نکنیم که انگار حرفشون سطحیه. از یه چیزی حرفشون هم سطحیه بهشون حق میدیم. بالاخره هر کسی که به ما ببین، من وقت دارم، ماها خیلیمون وقت داریم بشینیم مطالعه بکنیم، این لاکچریه. خب بعضی از موقع ها باید بدونیم که خیلی ها نمیتونن بیان این همه وقت بذارن برن، اصلا اومدن صحبت میکنن، اومدن از ما یه چیز یاد بگیرن شاید، یعنی که از بقیه ببینن که ما جواب ما باهاشون چی هست. ما نباید دست کم بگیریم کسایی که حرفای سطحی میزنن. هر کسایی که حرف سطحی میزنن خب حداقل خوبه که دارن سعی میکنن با ما صحبت بکنن که حرفشون کمتر سطحی بشه نسبت به قبل. درسته. و من بحثم اینه، چرا کسی که این لاکچری رو نداره میاد خودش رو به عنوان یک مدعی دفاع جا میزنه؟ عزیز من اگه مطالعات بالا نیست، اگه آره دیگه، دقیقاً ما مشکلمون همینه. خودش من اینم گفتم اولش فکر کردم، اون دو سه تا ویدیو اول که دیدم، من تازگی آشنا شدم با چنلتون. یک ویدیویی بود جناب فارسانی بودن با یکی اومده بودن بحث میکردن، یه ویدیو دیگه هم دیدم الان یادم نیست دقیقاً کی بود اون میهمانش. من بحثم اینه، اولش فکر کردم که آره اینا هند پیک شدن که صرفاً بخندیم بهشون یا مثلا بگید که آره چقدر استدلال ما بهتره، ولی بعدا فهمیدم نه خیر اینطور نیست. و من نیومدم صرفا گله کنم که چرا اینا را آوردید. میخواستم بگم کسی نیست واقعا بیاد یه ذره عقلانی تر، یه ذره درست تر دفاع کنه و بحث کنه. ما که دعوت کردیم بیاین لطفا با بابک روی توییتر جمهوری بی خدای ما هزار بار دعوت کردیم، من هزار بار نه ولی خیلی دعوت کردیم، الان هم دوباره دعوت میکنم، لطفا بیاین. شما خودتون خدا باورید؟ درسته، من همین رو میخواستم بگم. خب. اگر من یک بار بخوام بیام، ما میتونیم اینو پلن بچینیم. عالی میشه، عالی میشه. شما با توییتر ما جمهوری بی خدایان تماس بگیرید، ما خیلی خوشحال خواهیم بود که شما بیاین برای ما خدا رو بگین که چرا به خدا اعتقاد دارین. ولی یه چیز دیگه هم من بگم، من اتفاقا میخوام تشویق بکنم کسایی که فکر میکنن مطالعه نکردن و افکارشون سطحیه، اینا باید جرأت اینو بکنن که بیان نظراتشون رو بگن. یعنی شما خودتون رو دست کم نگیرین چون مثلا به اندازه بعضی مطالعه نکردین، این نگین که پس من وارد بحث نشم. شما اصلا ممکنه که وارد بحث باشین به شما مثلا اصلا انگیزه بده که بریم بعد مطالعه کنین. خب ممکنه بیان توی با یه نفر بحث بکنین، بعد با یه نفر بحث کنین که مطالعاتش از شما بیشتر. ببین من خودم انگیزه مطالعاتم بعضی موقع این بوده که با یکی صحبت کردم خیلی مطالعاتش از من بیشتر بوده. خب یعنی من خودم وقتی با یه نفر صحبت میکنم و یه چیز میگه که من نمیدونم، من میگم من اینو باید توی لیست چیزایی که بخونم به اضافه کنم. خب اتفاقا کسایی که سطحی فکر میکنن باید تشویق بشن که بیان نظراتشون رو بگن، که اگه دیدن افکارشون ناقصه، این بهشون احساس دست بده که من برم یه ذره به این اضافه کنم. کسایی که طرز فکرشون سطحیه رو نذارین کنار. اتفاقا اکثر آدم های دنیا طرز فکرشون سطحیه، برای همین ما باید بیشتر یاد بگیریم که چجوری با این اشخاص صحبت بکنیم. درسته. من یه بحث آخرم، بحث که نیست، این حرفی که شما زدین رو من خواهم نقض بکنم. فرض کنید ما یه تیم فوتبال داریم و میگیم، و من الان اومدم میگم ما نباید هر بچه‌ای که میخواد به فوتبال بازی کنه رو بذاریم توی زمین. شما میگید که نه، این بچه حالا شاید دوست داره فوتبال بازی کنه، حالا کم تمرین کرده، باید بیاد انگیزه پیدا کنه، بره تمرین کنه، بیاد شرکت کنه. من میگم درست، ولی آیا شما اون بچه رو میفرستید تو زمین فوتبال برای مسابقات؟ نه، این زمین مسابقه عقاید هستش. به نظر شخصی من شما نمی اونی که کم تمرین کرده هنوز فوتبالیست نیست رو بفرستید تو زمین مسابقات. خب زمین ما هم زمین برای مسابقه های جدیه، هم زمین تمرین برای بچه ها. خب وقتی که شما این ویدیو رو آپلود میکنید به عنوان یک پرچمدار خدا باور، شما دارید آبروی خدا باورها رو میبرید. من نگم تقصیر شماست، به هیچ وجه شما دارید دفاع میکنید. من فردگرا هستم، من اعتقاد دارم که هر کسی فقط مسئولیت حرف خودش رو یعنی هیچ کسی رو من فکر نمی کنم، من خودم نماینده بی خدایان نیستم. من اگه یه حرف زدم که غلطه، فکر نمی کنم که آبروی بی خدایان رو بردم. نه،
من خودم درست. مسئولیت حرف خودم دارم، هر کسی هم با خداست میاد صحبت میکنه نماینده خودش، نماینده همه با خدایان که نیست. پس شما میگید اینجا یک زمین دیسکشن وان آن وان هستش دیگه، صرفا این دو نفر نه عقاید. بس من الان یه لحظه قرد شد. آره درست شد بگو. الان صدا میاد دیگه. من میگم پس شما معتقد هستید که اینجا یک زمین دیسکشن وان آن وان هستش، نه صرفا جنگ عقاید یا مسابقه بین عقاید که ثابت کنن کدوم بهتره کدوم بهتر نیست. درست گفتم اینو؟ میتونه همش باشه، میتونه جفتش باشه، چرا جفتش نباشه؟ خب دیگه من مشکل دیگه من هدفش، من یکی از هدف شخصیم حتی این تغییر نظرم نیست، بعضی موقع هدف شخصی من اینه که ما نشون بدیم که میتونیم با اختلاف نظر با هم دوست باشیم. میدونی ازم چه هدف اول من اینه. البته هدف‌های مختلف ببینید، من به نظرم مناظره و صحبت‌های مثلا دوستانه اینقدر تأثیرهای مثبتش زیاده که ما لازم نیست اصلا انتخاب بکنیم که ببینیم که آیا داریم اثبات میکنیم که این حرف درسته، آیا داریم یاد میگیریم از همدیگه که چجوری مناظره کنیم، آیا داریم به همدیگه انگیزه میدیم که بریم مطالعه بکنیم، آیا داریم نشون میدیم که ما با اختلاف نظر میتونیم با هم هم دوست باشیم. کدومشه؟ نمیگم همش نظرم درست. چرا یکیش درسته. پس بازم تا حدودی به حرف من میرسیم که اینجا باز زمینه مسابقه برای اثبات هستش. من مشکلم با اون اثبات هست، میگم اینها دارن خدا باورها رو احمق جلوه میدن بیشتر تا اینکه بخوان چیز کنن. میدارن حالا من شما میگی که وان 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 هستن، من معتقدم این بقیه رو هم مد نظر قرار میده و حرف آخر من بزنم. من یه چیزی بگم، من پیشنهاد میکنم به همه، چه با خدا چه بی خدا، چه مسلمان چه مسیحی، که ارزش خودتون رو بر اساس اینکه یک همگروهاتون چه کار کردن رو بر اساس این تعیین نکنید. خب یعنی ارزش خودتون، یعنی میگی من ایرانی هستم، یه ایرانی فلان جا یه کار کرد آبروی منو برد، یا اینکه یه ایرانی یه جای یه فلان کار کرد باعث افتخار من شد، یا اینکه من میگم من یه بی خدا هم، یه بی خدا فلان جا یه فلان کرد آبروی بی خدایانو برد، یا یه فلان بی خدا یه جا کرد باعث افتخار ما با خدایان شد. من به عنوان یک فردگرا فکر میکنم اینا چرت و پرت. ارزش من، افتخار من، شرم من بر اساس عقاید و افکار و کارهای خودم باید باشه، نه بر اساس کسایی که با من هم گروه. این نظر شخصی شماست و قابل احترامه، ولی خب برای من فرق میکنه دیگه. و حرف آخر رو بگم، من دیدم فکر کنم لایو دیدیز شما بود که گفتید من هزار تا کتاب دارم توی صف و من پیشنهاد کردم باید بخونم. درست میگم؟ 126 تا گفتم. 126 درست، من اشتباه گفتم. حالا یه رقم خیلی بالایی بود دیگه. به هر حال اینم برای مثال، من این سوالی که من همین الان میتونم تجسم بکنم توی لایو، خیلی اومدم میگن این داره پول میگیره، صرفا میاد دفاع بکنه به یکی نه برانداز نکنید مردمو میترسونه از اینکه برای خواستاشون بیان بیرون. نه من به هیچ وجه، من میگم برای خواستاتون نباید برانداز کنی، این نظر شخصی منه، باید برای اون خواسته انقلاب کرد. اگه میخوای فرهنگ عوض بشه برو جمع کن انقلاب فرهنگی را بنداز. ولی اینا به کنار، من این حرفم از کجا اومده؟ من پیشنهاد میکنم کتاب واشنگتن الایف رو شما مطالعه کنید، این هم بذارید لیست 127 نوشته جورج واشنگتن هستش. این دقیقا توضیح میده که چرا توی حکومت وقتی که حالا مردم چه مخالف باشن، چه خود حاکمان مخالف این سیستم باشن، نباید جورج واشنگتن که برانداز کرد خودش. درسته این توضیح میده. نه درسته، اونها از استعمار بیرون اومدن، مثلا بحث براندازی یه حکومت نیست. میاد توضیح میده و خود جورج واشنگتن این حرفو میزنه تو این کتاب، میگه ما صرفا یک براندازی، یک انقلاب سیاسی کردیم به قول شما. میگه برانداز، میگه حالا تو زمینه های دیگه ما باید هدف گذاری کنیم، تو اقتصادمون یک انقلابی رو پیش ببریم، تو فرهنگمون یک انقلابی رو پیش ببریم. من منظورم این بود. شما میگه اگه براندازا به اضافه براندازیشون باید انقلاب های فکری و فرهنگی بکنن، باشه. آره برانداز همراه با نه من میگم همینجوری که جورج واشنگتن، من میگم همینجوری که جورج واشنگتن براندازی کرد به علاوه انقلاب فکری فرهنگی، براندازای ما هم تونن هدفش این باشه که براندازی بکنن به علاوه انقلابای فکری فرهنگی. ببینید جورج واشنگتن یک حکومتی که خودش خود مردم انتخاب کردن، خود مردم توش دست در کار بودن رو برانداز نکرد که جنگ بشه. جورج واشنگتن استعمار انگلیسی ها رو قطع کرد از آمریکا. درست میگم؟ جمهوری اسلامی هم که انتخاب مردم که نیست که. شما معتقدید جمهوری اسلامی از چه عامل خارجی استعمار شده روی ایران؟ مثل انگلیس و آمریکا. کدوم کشور جمهوری اسلامی رو گذاشته؟ لازم نیست که استعمار خارجی باشه که پس استعمار داخلیه.
پس استعمار داخلی آره، درسته. دولت چین هم بر مردم چین از خارج تحمیل نشده، ولی استعمار داخلیه. بله میتونی بگی استعمار داخلی. خب چی باعث شد که چین از چین ما برسه به چین امروز؟ فقط قسمت من قسمت دموکراسی شو دارم صحبت میکنم. الان شما ببین من باید برم سراغ نفر آخر 262 ولی من عجله دارم، یه روز دیگه برم. ولی ایران دموکراسی نیست و انتخاب مردم هم نیست. این به نظر من خیلی واضحه. درست. حالا شما اختلاف داریم. بله اختلاف در جلسه دیگه. حالا در جلسه دیگه من سعی میکنم لایو بعدی سریعتر بیام اینو صحبت بکنیم حتما که چرا من مخالف براندازی هستم توی ایران. خیلی ممنون، متشکرم که وقت رو گذاشتید. من هم باید برم. باشه باشه، من که استفاده کردم، لذت بردم از صحبت با شما. متشکرم، خیلی ممنون. به امید دیدار. خدا حافظ.